رفیق گر بی وفا باشه گمش کو، با مطلب آشنا باشه گمش کو، رفاقت گر کند از روی مطلب، اگر فرزند شاه باشه گمش کو، رفیقت گر به باطن هم چومس است، به ظاهر گر طلا باشه گمش کو، رفاقت میکنی کو با جوان مرد، که نامرد چون بلا باشه گمش کو، برو ای نازنین زین پس وفا کن، که دنیا بی وفا باشه گمش کو. جناب عبیدزای صاحب، ما به تمام ملت افغانستان، به تمام افغانایی که در سراسر جهان است و به تمام مسلمانای سراسر جهان عید از صمیم قلب تبریک میگم و از بارگاه خداوند آرزو دارم که بعد از این دروازه عید یک دروازه خوشی، سعادت، همبستگی، آرامی به تمام ملت‌های دنیا به خصوص به ملت افغانستان باشد. هلال عید را در قاش ابروی تو می‌بینم، مبارک باد بر تو عید و بر من دیدن رویت. گرچه عید تعریف نداره، وطندارای ما همه عزادار هستند. وطندار گلم، عیدت مبارک. عیدت مبارک. بسیار خوشی و دید و بازدیدت مبارک. بسیار تشکر از شما. بسیار عاطفی صحبت کردین. ممنونتان. در اختر خود از من گوا گران و وطنوال تا یا بختور اختر او در خوشحالی و سعادت اختر او در سولی در منیت اختر بکرسن. خب ما تعداد از وطندارای خود اینجا داریم، ببینیم که اینا برای عید امسال چی پیام داره. و عید کل گیرم تبریک میگم، خداوند یک عید واقعی به افغانستان راستی بیاره که آرزوی کل مردم است. بسیار خسته هستیم، به اندازه زیاد از تمام از این ماجراهای دلخراش را که هر روز ما تجربه میکنیم دیگه بیخی خسته شدیم. امیدوار هستیم که مردم بیاین به یکی دیگه خود تن بتن و یکی دیگه خود آغوش بگیرن. اول خوب به تمام دوستا و مسلمان ها و افغانای ما عید سعید تبریک میگم. خداوند برای مردم ما لطف کنند که از این مصیبت و جنگ و جدل و کشتار مردم بیگناه از طرف دشمنای افغانستان ختم شود. اگر ما بعد سالهای بسیار زیاد روز برسه که مردم ما با آرامی زندگی کنند، آرزوی کل ما شما میست. از زیاد بخشیدن وخامت در افغانستان دلیل؟ متاسفانه مردم ما، اولین دفعه است که ما میبینم مردم ما یک نوع تفرقه پیدا شده بین مردم. این به ذات خود هم دشمن برش وقت میده که سوی استفاده کنه و هم به مردم هم اینمی مشکلات که از بار آورده و زیاد شده. من بی تو به حال خود نظرها کردم، من بی تو به حال خود نظرها کردم، دیدم که هنوز هم رمضان در پیش است. سلام صمیمانه و محبت آمیز خود به هموطنان عزیز که در داخل و خارج از کشور به سر میبرند تقدیم میدارم و عید را برای همه هموطنان عزیز مبارک باد میگویم و عید خوش برشان میخواهیم. بر شما همچنان، بر شما عیدتان مبارک باشه. ما اول از نظیره جان که یک نطاق ورزیده و گوینده بسیار ممتاز کشور ماست تشکری میکنم و بسیار با جرأت از سفیر پاکستان این سوال کرد که باعث خوشی همه هموطنان عزیز ما قرار گرفت و ما این موفقیتش برش تبریک میگم و ما بسیار خوشحالم راستیم که همیشه این پاکستان دخالتش است که افغانستان باعث تیت و پراردگی نارامی است فیلند کشور و این که از دقایق چشم پوشی میکنه ایره، اما ما میدونیم که چیز کیان است، چی حاجت به بیان است، اونمور را باید ما مد نظر بگیریم. هر قدر که یا از دقایق چشم پوشی کنه ایره کسی باور نمیکنه، مثل که در اون محفلی که نظیره جان سوال کرد از پیشان کلی خنده کرد و سفیر پاکستان ریشخند شد. نام ما محمد ظریف آریوبی است، یعنی در ملک مسافری است، اما با وطن خود، با ایچی خود ما هیچ وقت وطن خود فراموش نکردیم. کلی نور دیدیم است، اگر پشتون است، اگر تاجک است، همه اقوام افغانستان هم نور دیدیم است. خداوند همه از یار در پناه خود داشته باشد. سلام علیکم مدینه جان، چیال دارین؟ خوب هستین؟ عید به تمام هموطنای عزیزم تبریک میگم، امیدوار هستم عید خوش. نظیره جان یک ژورنالیست بسیار لایق و بسیار خوب، ما گفتیم بالکل افغانستان کدام مصاحبه ای که و سوالاتی که از سفیر پاکستان کرده بودی واقعا سوالات جالب بود و بسیار بند انداختی او را. افغانا بسیار از پشت خوشحال هستن. علمی از تعارف کم کده مبلغ بی افزای انام ما و صبور چیز جایزه ما؟ جایزه تانی است که دعای مردم افغانستان میگیری، کسایی که بزد پاکستان پاکستانی چی کنن، بزد پاکستان هستن و
کسایی که متضرر از پاکستان هستند، اونها تمام تقریبا کل افغانستان متضرر است. کل شان برای تان دعا میکنه و افغانستان خو میبینی که در مشکل است، دیگه کمک شما را ضرورت داره. بری بخیر. دیپلمات جوان افغان همیشه تشویق میکنن. بسیار زیاد تشکر. گپای شما جز جان بید. شما قابل تشویق هستی. آقای نور زاید یک تن از دیپلمات های جوان مقیم واشنگتن هم پیام داره برای شما عزیزا. برید لطف کنین خود معرفی کنین. به نور زاید هستم. ما پیام به همه ملت افغانستان ایده برشان تبریک میگم و خداوند از خداوند میخوایم که برشان امن و امنیت باشه. خداوند جنگ ها را و بربادی ها را، دهشت افغانی را از وطن ما دور نگاه کنه. خورین زیا یکی از خدمتگزارای جامعه اسلامی و افغانی در منطقه واشنگتن و همه. پیام اید به مناسبت حلول اید سعید فطر به هموطنهای عزیز همیست که در این اواخر خصوصا در رسانه ها و در رسانه های اجتماعی سوشل میدیا مسائل سمتی و مسائل لسانی بسیار دامن زده میشه که برادرها و خواهرای هموطن ما هوشیار باشند که در این دام نفتن و هم از نگاه مسائل ارزش های ملی و هم از نگاه ارزش های اسلامی، همچو مسائل تعصبات سمتی و لسانی، همه مردود است، همه باید یک مشت و یک پارچه باشیم. طول و خپل و وطندارانو تا تاسو تا ستاسو که همکارانو تا طول تا دختر مبارکی وایم. خدای دید دختر پر طول بندی پر خوشحالی تیر کی منن درزیت منن اصفیر وقت خوش اید شما مبارک. اید شما مبارک. خداوند اید به همگی مبارک کنه و همگی را از غم نگاه کنه. تشکر نظیره جان. اسلام الدین احمدزاده هستم. همیش تشکر از شما از همکارتون که همیش در خدمت افغانای ما تشریف دارین و کوشش عظمی خود کردین که در هر صحنه ای که باشه شما حاضر هستین و بسیار تشکر میکنین. بسیار تشکر. پیام ایدیتون چیز در حالی که مردم و وطندارای ما در ماتم به سر میبرن؟ از طرف ما به همه دوستای افغان که از طریق شما ما را میبینه تبریکی خود از صمیم قلب برشان عرض میکنیم. خداوند در افغانستان و بیرون از افغانستان هر جای افغان که باشه تحت چتر آرامی و بهترین هایی که در قلب داشته باشه برشان برسه. خیلیتان مبارک. خب این دای عزیز جناب عبدالمجید قرار مسئول فرهنگی سفارت افغانستان در واشنگتن هم اینجا حضور دارن. سر زیاد تشکر. قرار صاحب اید است. پیام شما برای وطندارای ما که همه مصروف عزاداری هستند چی پیام برشان دارید؟ پیام ما خو است که همه مناسک دینی، چون عید ما شما که است در پهلوی از یک رویداد فرهنگی است، یک رویداد دینی هم است و او از خود یک پیام داره. و اولین پیام از این طور روزها است که ما شما اما حس مساوات و حس برادری را باید از خود کنیم و واحد باشیم و متحد باشیم، بخصوص در اینطور حالاتی که فعلا ما درش هستیم که تهدیدات بسیار قوی متوجه همه ماست. دیگه از اینطور محافل باید ما شما من حیث یک بهانه برای تقویت وحدت ملی خود و ایمانی خود کوشش کنیم. تیر زیاد مننه قرار صاحب. بسیار زیاد تشکر. عید شما مبارک. هر روز شما عید و هر شب شما براد بود. زنده باشید. البته ای اول خو حق شما بود من حیث یک جورنالیست که باید از زمو فضای آزادی بیان که الحمدلله دیج وجود داره استفاده کردین. دومی است که من حیث یک افغان حقتان بود که مشکایت مردم خود برسانین که خیر ببینین به یک موقع درست هم و اصل گپی را که ما شما حق داریم که شکایت کنیم از اوتر یک وضعیت و تعدی که در مقابل ما صورت میگیره. دیگه تشکر. ما خو از نقطه نظر یک افغان عادی برتان یعنی آفرین میگم. تشکر از ابتکارات شما، نه تنها ای که در عرصه سیاسی در طور موارد امی حضورتان غنیمت می باشه در پهلوی ازی. شما دائما کوشش کردین که رویدادهای فرهنگی افغانایی را که در جای هستن ما شاهد ازی هستم شما تحت پوشش قرار دادین. البته یک کار نیک است. بسیار زیاد تشکر. میگن که از تومت ناپاکان اندیشه نداره ما، چون دامن ما پاک است آلوده نمیگردد. موضع گیری آقای قراره در قبال پاکستان و سوال بنده از سفیر پاکستان هم شنیدین. بسیار زیاد تشکر. دیر زیاد مننه. میگه پیش مردم کج مکن گردن که حیرانت کنن، آب رویت برده و بدتر پریشانت کنن. سفره دل بک شاعردم انگام سجود، پیش الله کن گدایی تا که سلطانت کن. درزیت پنانم یا خیل سکر.
تشکر. نام شما امید میخیل است و مسئول بخش یو اس ای پی در افغانستان هستم. نو ټول ته زه اختر مبارکی وایم. خب باز با استفاده از این فرصت، با وجود تمام اندوه و غمی که هر روز به سراغ مردم ما میاید، با این وجود هنوز جای پیام ایدی و تبریکی و آرزوی بهترین ها برای مردم ما جاش با خالی است و من با استفاده از این فرصت با مردم صبور و بزرگ کشورم عید تبریک میگویم. بسیار تشکر. خود معرفی میکنید؟ ما عبدالله خداداد. ما براتون بگویم که ما خودم یک آدم 86 سال هستم و امکان داره که 60 ساله یا 80؟ 86. لکن من بر مردم این خواهش دارم که در تا وقتی که من زنده هستم، سال یک دو سال دیگه، همین خوبی های افغانستان که امید دارم، آرزو دارم با چشم ببینم. بعد از اون اگر رفتم من خیره. این پیام می‌دهیم. بسیار زیاد تشکر آقا. اما واقعا آقای میرزاد خدمات بسیار ارزشمند را کردن که در جیولوژی اومدن امریکا کار میکنن، نمایندگیش به افغانستان دارن. موی سفید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم. واقعا شخصیت مجرب است. و ناامید نباشین. شیطان ناامید است. پروفسور عبدالواسع لطیفی. سنفی عزیزم 60 سال پیش ما این سنفی قدیم است. تشکر، زنده باشی. سلام. چی گفتنی دارین برید؟ یا یک رویداد مذهبی است که سالها از 500 از 1400 سال به این طرف مردم احتفال میگیرن و این یک معنیش است که برگشت است به خوبی ها و این بهترین موقع سال و صفا و آشتی و مردمی است. مردم ماتمدار و عزادار از کدام خصال صفا پروفیسر است؟ این همیسته که چون مراعات نکردن او بنای اسلامی واقعی را، چون پسش او را اعلا کردن و ایرادش افراطی‌گری و از دین تروریسم ساختن و مردم کشی میکنن، لازم شما حق دارین که او را فراموش کردن و چیزایی را آوردن که ضد اسلام و ضد بشریت است. سوال بسیار فوق العاده بود واقعا که اون مشکل افغانا را برشان گفتیم و اظهار نظر کردی. امید است که اونها در نظر بگیرند. بهترین سوال کردی، بهترین خوب جواب. بسیار اما تو با جسارت جواب خوبش نبود. نه سوال شما بسیار خوبش بود. آفرین دوالا، بسیار دمی جامعه فعال هستی. با خدا میتونم باشی صدای کس نمیشه. او میبرم اگیرم ولی تو نام خدا خودت اما تو روز به روز نام یکی از زیباییم نمیگه غیر میگه زامت کش استید. نه سه سمتنگ اوک مای بیودی. ما سعی کن نقیب بیان مقبول هستی و ای که یک عضو فعال جامعه افغانا در اینجا سی و گپ شنیده میشه همیشه فعال بودی. شیرازدین صدیقی نقیب بیان کلگی با مقبولی سلامی میتن. امین نواب جان هم یادت میکن. نواب جان هر کجا هستی آقا جان سلام برات برسه. رفیقای با وفا سنا نمیگی، میگه رفیق گر بی وفا باشه گمش کو، به مطلب آشنا باشه گمش کو، رفاقت گر کنت از روی مطلب، اگر فرزند شا باشه گمش کو، رفیقت گر به باطن هم چو مس است، به ظاهر گر طلا باشه گمش کو، رفاقت میکنی کو با جوان مرد، که نامرد چون بلا باشه گمش کو، برو ای نازنین زین پس وفا کن، که دنیا بی وفا باشه گمش کو. و یک چیز اضافه کنه، میگه بی پیر مرا و خرابات اگرچه سکندر جهانی. تشکر. نوابم سلام بگو، محمود کوچایم سلام. ما فعلا اینجا هستم. آقای صدیقی که بلندن است ادمان ما کجام به تماس هستم. اونا خودشون هم میبینن کارای خود تکلشون میبینن تقدیر میکنن. خودت یک ستاره هستی دیگه دبان افغان. ستاره آفتاب؟ نه ستاره دامش روشن‌تر. نه خودت ستاره ژورنالیستای افغانستی. هیچ قربانت میگه با اون چشمی جوره نداری، والا باور کو جسارت داری، تخیل فکری داری، امو قیافه و امو یک نمایندگی خوب از زنای افغانستان، از جوانای افغانستان میکنی و امو پس منظر ادبی و تاریخی و شاعری و هنرمندی را داری دیگه. از خودت کده مسائل سیاسی هیچ؟ مسائل سیاسی خود ما امران شاهدش هستیم. خودت چقدر با جسارت با چی جایی اکسس پیدا میکنی، از وایت هاوس گرفته تا تمام رهبرای دنیا را همراهش مصاحبه میکنی، درد دل مردم افغانستان. برکت شما سمکار بودیم. نه من خودت مگر به لیول خود رساندی که جوانا همگی مگر خود رساندی نام خود مگر زحمت کش هستی و خدا بیزار زحمت کش هستی. آقا گفت به جوره هستی، گفتم خیم بایده بخوان. جوره نداری جوره جان جوره نداری حالی را در فیسبوک نندازی که میلی ای جان جهان آراستی، در شهر شهر آراستی، در اوست به هم تاستی، شکر خدا از ماستی. شاعر هنرمند من از ایرجان
22 سال پیش دیده بودم باور کن نه هیچ تغییر نکرد دمو چری بهتر شده نه امو چری باشاش سگو چری باشاش پرخنده دروی دمو تو راست که اون وقت من دیده بودم در ذهنم بوتاکس کرده نه هم تو طبیعی عملیات کرده نه طبیعی صبور میفهمه صبور امروز برکت است این برکت است چیزی که اینجا افغان ها دوست داره امی محبت های مردم امی تمام افغان هایی که کارهایت میبینه در سوشل میدیا امی همگی از این قر... اگر دادا اگر به زبان خود نگه روی کدام مسائل شخصی یا تعصبی اگر نگه دمی قلب خود کلگی میگه که والا آفرینت دوستی عاشقانه یا دوستی خواری و بیادری؟ امی دوستی همه جانبه است هم به زیبایی مردم احترام داره هم به فعالیت هم به لیاقتت والا باز یک چیز ما اضافه میکنم واقعا ای کاش که هر افغان دیگه ما مسخود وار فعال باشه و ما که فعال سهم بگیره قسمی که شما با وطن خدمت میکنین و واقعا درد مردم با مردم میرسونین و ای که شما نه تنها یک خوب جورنالیست هستین خوب یک لابیست هم هستین خوب لابی قیوم میکنین ما خوش میامی خیلی کار نو ما مبارک ها امید وکیسی لابینگ طور که ما میبینم د پولی ام جورنالیست کار جورنالیسم واقعا که یعنی مردم تشویق میکنه که سهم بگیره و به شما دست بده و اینکه واقعا آواز مردم برسونه جورنالیست یه گروپ درست کنه شما در رد همینجا خود جورنالیست زیاد است خب مرکزی که زندگی خود وقف کنه انگیزه بسیار بزرگ مثل کشور با این اندازه بسیار کم پیدا میشه کس تمام زندگی خود وقف یک موضوع کنه با وجود این همه قدر لیاقت و قربانی که میتی بدون همه تر همکارای که خود تا جلوه بتن خود تا کارای تا پیش ببرن کارای تا تشویق کنن باز هم جا نمیگیره همین دوستا و همکارای این رقمی است که خود تا همه قدر در بلندی های موفقیت رسانده ببینیم اگه هم وطن یک قطره من یک قطره تو خاک بیباران چمن کی میشود.